بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم ومبرم فرقانه الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني أي درود صلوات از أحد دادگرت ای امامان و نبیین و خدا مفتخرت می کند ناز به بوی خوش فردوس نسیم گر به همراه غباری برد از خاک درد دختران در همه جا دست پدر می بوسند یا زهران دختران در همه جا دست پدر می بوسند تو که هستی که زند بوسه به دستد پدرت چه خشوعی چه خضوعی تو را که خدا فخر نماید به نماز سحرت چه خدایی
چه خوشویست تو را که خدا فخر نماید به نماز سحرت به خداوند دو عالم به دو عالم نبود یا فاطمه به خداوند دو عالم به دو عالم نبود چون تو ام و ابو شوهر و جد و پسرت یا زهرا به خداوند دو عالم به دو عالم نبود چون تو ام و ابو شوهر و جد و پسرت یا زهرا یا فاطمه صلى الله عليك يا بدعت المصطفى يا حبيبة رسول الله أم الأئمة النجباء النقباء يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله الصدق دل بگیم ان شاء الله امشب یه توجهی به محفل ما بکنه یا وجیهة عند الله اشفعي لنا عند الله هدیه به محضرش ان شاء الله جلب توجه و عنایتش و اینکه ان شاء الله همه ما مشمول عنایات حضرت حق قرار بگیریم به لطف فاطمه زهرا سلام الله علیها محبت کنید صلواتی هدیه بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه از اونجا اینکه امشب شب آخر مجلس هست باید یک مقداری درباره فضائل و مقامات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صحبت بشه اون بانوی بزرگواری که در نزد خدا و اهل بیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست فاطمه زهرایی که در دنیا و آخرت این بیبی بزرگوار دارای مقامات بسیار عالی در نزد خدا و در نزد اهل بیت و پیغمبر خدا هست فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها به دو بخش قابل قسمت هست اول فضائل مشترک بین حضرت زهرا و بقیه اهل بیت دوم فضائل اختصاصی حضرت زهرا منتها قبل از این که من این رو اشاره بکنم عرض کنم که قرآن دارای چهار وجوده یک وجود لفظی قرآنه وجود کتبی قرآن یعنی همین نوشته هایی که هست چاپی های قرآن که به صورت کتاب در دست من و شماست الحمدلله یک کلمه و حتی یک حرف و حتی یک نقطه نه کم شده از قرآن مکتوب ما و نه اضافه شده
و خدای تبارک و تعالی قرآنش رو از تحریف و جعل حفظ فرموده، حتی یک کلمه و یک نقطهش جا به جا نشده. این اعتقاد ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام درباره قرآنه. بله قرآن تفسیر داره، تأویل داره، اما تغییر نداره، تبدیل نداره. قرآن کریم تغییر پیدا نکرده، عوض نشده، ولی تأویل داره، بطون داره، معانی داره، تفسیر داره، بلاغت داره، آیات احکام داره، تاریخ داره، قصص داره، آیات علمی داره، که هر کدامش بحث جداگانه لازم داره. اما وجود قرآن، وجودش چهار نوع. اول وجود کتبی قرآن، همین وجودی که من و شما در نوشته های قرآنی میبینیم که 30 جزء و 60 حزب و 120 پاره و بیش از 6600 و اندی آیه دارد. این وجود کتبی. یه وجودم وجود لفظی داره. وجود لفظی قرآن، اون وجودهایی که تلفظ میشه و خوانده میشه، مثلا میخونیم قل هو الله احد، این وجود لفظی قرآن، با تلفظ ما قرآن وجودش نشون داده میشه. یک وجود ذهنی داره، یعنی اونایی که حافظ قرآن هستن. البته در وجود ذهنی قرآن، اونایی که حافظ قرآنن، چه اونایی که کل قرآن رو حافظن در ذهن دارن، چه اونایی که یک آیه، دو آیه، یک حزب، یک جز، بخشی از قرآن رو حفظن، اینها وجودهای ذهنی قرآنه. اما همین وجود کتبی قرآن و وجود لفظی قرآن هم و وجود ذهنی قرآن دارای آثار هست، ولی ماها خیلی همون از این آثار محرومیم. اگر به ما گفته پیغمبر اکرم که قرآن رو با دست پاک دست بش بزنید، دست نجس و آلوده یا دستی که هنوز طهارت نداره نباید دست به قرآن بزنه، معانی قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآنی هم بسته به طهارت ماست. در وسائل شیعه دارد که طهرو افواهکم، وقتی قرآن میخونید زبانهاتون رو پاک کنید. این معنای ظاهرش یعنی دهانتون بوی بد نده، نجس نباشه، اما معنای حقیقیش اینه که دهنی که اون زبانی که قرآن میخونه نباید آلوده به دروغ باشه، نباید آلوده به گناه باشه، نباید آلوده به معصیت باشه، و الا اثر قرآن از این زبان دیگه سرایت نمیکنه. یعنی این زبان آلوده وقتی قرآن رو میخونه اثر نداره. چرا وقتی انسانهای پاک یه آیه از قرآن میخونه حتی بعضی چیزها تغییر میکنه؟ علامه مجلسی نوشته من با خوندن قرآن 1000 مریض رو خوب کردم با خوندن سوره حمد. چرا یک نفر بیاد 1000 بار 10000 بار بخونه، کل قرآن رو بخونه، اصلا فایده نمیکنه؟ چرا اثرش رو نمیبینه؟ برای اینکه این زبان، زبان پاک نیست. طهرو افواهکم للقرآن، وقتی میخواید قرآن بخونید این زبان باید پاک باشه، دل باید پاک باشه، ذهن باید پاک باشه. ذهنی که افکار آلوده، اندیشه های انحرافی در اون ذهن هست، این ذهن اگر قرآن را هم فرا بگیره قرآن بهش آسیب میزنه. رب طال القرآن
والقرآن و یلعنو، چه بسا آدمایی که قرآن میخونن قرآن لعنتش میکنه. شما ببینید بعضی در روایت دارد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و حضرت زهرا بعد از وفات پدرشون و اون جریانی که در سقیفه پیش آمد، حضرت وقتی مؤذن اذان میگفت پنجره رو میبست نشنود اذان اینها رو. چرا؟ این نکته داره. پس بنابراین اون زبانی که قرآن رو میخونه باید پاک باشه، باید طاهر باشه. زبان آلوده چه بسا بهش آسیب میخوره. ببینید آیه قرآن دیگه، سوره اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، بعدش چیه؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمین جز ضرر چیزی آیدشون نمیشه از خوندن قرآن. ظالمین حجت براش تمام میشه، با این قرآن بر علیه خودش حجت میشه. قرآن میخونه ولی اونطور نیست، مثل اون خانومی که مرده بود دفنش کرده بودن، یکی از این بزرگان علما رو گفته بودن که شما سر قبر این خانم قرآن بخونید. ایشون شروع میکنه قرآن خوندن، ناگهان از داخل قبر یک زنی تمام بدنش آتش گرفته میاد بیرون، میگه نخون این آیات رو برای من. میگه چرا؟ میگه برای اینکه تو یه قرآنی که میخونی آیه حجاب داره، من حجاب نداشتم. آیه عفت داره، من عفت نداشتم. آیه محرم و نامحرم داره، من محرم و نامحرم رعایت نکردم. آیه دروغ داره، دروغ نگید، من دروغ گفتم. آیه نهی ظلم داره، من ظالم بودم. ببینید حجت میشه بر علیه خود شخص. پس بنابراین قرآن رو باید با زبان پاک خوند تا اثر کنه، همونطوری که دعا رو باید با زبان پاک و با دلی متقی خوند. ادعوا ربکم به السنت طیبه و قلوب طاهره. زبان باید آلوده نباشه، قلب باید آلوده به افکار و اندیشه های انحرافی نباشه، ذهن انسان آلوده نباشه. پس این سه وجود قرآن، اینا آثارش هم بستگی به طهارت اون شخص داره که میخونه، یا در ذهن خودش داره، یا میخواد نگاه بکنه به نوشته های قرآن. و حکم شرعیش این، دست آلوده است وضو نداری، لمس کتابت قرآن حرامه. خانم هایی که دچار مشکل هستن در طول سال از تعداد روزهای ماه، بالاخره در هر ماه یه تعداد از روزها رو عذر شرعی دارن، یا بعد از زایمان میان مدتی دچار عذر شرعی هستن، اینها هم همینطور، حتی لمس آیات قرآن براش حرامه. خب این حکمش. اما وجود چهارم قرآن، وجود عینی قرآنه. وجود عینی قرآن یعنی قرآن با همه آنچه که دارد باید تحقق عینی پیدا کنه. تمام آیات قرآن باید عمل شده باشه، پیاده شده باشه. این نیست مگر در وجود انسان کامل. و اگر خدای تبارک و تعالی انسان کاملی تو دنیا نداشته باشه، این آیات نازل کنه، وجود عینی و تحقق عینی قرآن در بیرون تحقق پیدا نکنه، این هم لغو میشه. و داریم انسانهای کامل، اول خود پیغمبر و بعد اهل بیت پیغمبر، ائمه معصومین، اینا تجسم عینی قرآنن. در همه زندگیشون، با رفتارشون، با عملشون، اینا قرآن رو نشون میدادن. قرآن در وجود اینها پیاده شده بود، انسان کامل. یکی از اونها وجود صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا تحقق عینی قرآنه.
هر چه قرآن گفته حضرت زهرا بهش عمل کرده، از اخلاصش، از تقواش، از دینش، از علمش، تمام آیات قرآن رو امرن و نهیان حضرت زهرا سلام الله علیها عمل کرد و تحقق عینی قرآن همین حجت های خدا انسان های کامل هست. حضرت زهرا سلام الله علیها وجود عینی قرآن، صدیقه طاهره شخصیتی است که دارای فضائل بسیار زیادی است. در منابع شیعه و سنی دو نوع فضائل داره، یک فضائل اختصاصی، دوم فضائل مشترک. فضائل مشترک حضرت زهرا با بقیه معصومین، با پیغمبر، با امیرالمؤمنین، با بقیه اهل بیت فضائل مشترک. فضائل اختصاصی مخصوص خود بیبی. فضائل اختصاص اشتراکی حضرت زهرا یکی از مصادیق آیه تطهیر هست، همین آیه‌ای که در سوره احزاب هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق آیه مباهله است، اونجایی که قرار شد پیغمبر اکرم با نصارای نجران برای مباهله و نفرین برن، هر که ناحقه نابود بشه. یکی از کسانی که اینجا حضور پیدا کرد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. مورد سفارش در آیه مودت، آیه 23 از سوره شورا، از مصادیق شجره طیبه است که در قرآن کریم آمده است. از مصادیق کلمات در آیه 37 سوره بقره که به حضرت آدم یاد داده شد تا توبهش قبول بشه، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. یکی از این کلمات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. یکی از مصادیق آیه اطعام در سوره هل اتی زهرای مرضیه. یکی از کسانی است که در روز محشر دارای مقام شفاعت، شفیعه روز جزا زهرای مرضیه است. البته اهل بیت هم این مقام شفاعت رو دارن، حضرت زهرا هم داره. یکی از کسانی است که محدثه است، یعنی مستقیم جبرئیل با او حرف زده و نوشته هایی که امیرالمؤمنین نوشته بعد از آنچه که جبرئیل خبر میداد برای حضرت زهرا به ایشون میفرمود، امیرالمؤمنین می نوشت به نام مصحف و فاطمه سلام الله علیها که در نزد اهل بیت عالم به غیب بودند. حضرت زهرای مرضیه اهل بیت هم این گونه بودند. و دهمین مقام مشترک تقدم در ورود به بهشت هست. اول کسانی که وارد بهشت میشن یکیش حضرت زهراست، یکیش پیغمبره. اما مقامات اختصاصی حضرت زهرا که مخصوص خودشه، یک ام ابی هاست، یعنی تنها خانمی که در عالم مقام مادری داره برای پدرش. پیغمبر اکرم خیلی رعایت این مقام رو برای حضرت زهرا میفرمود، دستشو میبوسید، به احترامش بلند میشد. ام ابی ها پاره ای از وجود حقیقی پیغمبر که واقعا همین حدیث رو اگر ما باز کنیم بسیاری از معارف و حقایق برای ما روشن میشه. این حدیثی که بسیاری از علمای اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر خدا کرارن فرموده فاطمه پاره ای از وجود منه، که اگر بررسی بکنیم 7 مورد پیغمبر این رو فرموده در 7 جا. یکی از جاهایی که پیغمبر فرمود فاطمت و بضعت و منی آنجایی بود که امیر المؤمنین سلمان فارسی نقل میکنه که عمار گفت من همراه امیر المؤمنین وارد خانه فاطمه زهرا شدم، تا از در وارد شدم حضرت زهرا فرمود که یا علی میخوای به تو خبر بدم از آنچه که در مسجد گذشت؟ گفت مگه میدانی؟ گفت
والله انی اعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و ما لم یکون، همه رو من میدونم. که امیر المؤمنین از تعجب عقب عقب آمدن تا وارد خانه حضرت پیغمبر شدن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه پرسید جریان چیه؟ عرض کرد یا رسول الله یه همچین چیزی از فاطمه دختر شما دیدم. فرمود فاطمه تو بضعت منی. یعنی چه؟ یعنی علم من علم لدن نیست، علم الهیست. علم فاطمه من هم علم لدن نیست، علم الهیست. همونطوری که من پیغمبر وصل به وحی خدا هستم، زهرای من هم وصل به وحی خداست. بضعت منی، این فضیلت اختصاصی حضرت زهرا، سرور زنان عالمه، من الاولین و الاخرین، محبوب ترین فرد در نزد رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یکی از بالاترین فضائل حضرت زهرا اینه که محور خشم و رضای خدا، خشم و رضای زهرای مرضیه سلام الله علیها است. یعنی تمام انبیا، تمام فرشتگان، تمام اولیا تلاششون اینه که در مسیر رضای خدا کار بکنن، خدا از اینها راضی بشه. اما فاطمه زهرا شخصیتی است که خاتم انبیا میفرماید ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها، به قول مطلق قید نکرده پیغمبر. خدا با غضب فاطمه غضب میکنه، با رضایت او راضی میشه. چه مقامی داره زهرای مرضیه که غضب او محور غضب خدا، رضای او محور رضای خداست. و یکی از بالاترین مقام حضرت زهرا اینه که او تنها کفو امیر المؤمنین علیست، که ابن حجر در سواعق نقل میکنه که خیلی مردم زیاد خواستگاری فاطمه زهرا رفتن، پیغمبر نمیداد، میگفت این من منتظر امر خدا هستم. تا اینکه امیر المومنین که رفتن او رو به عقد امیر المومنین در آورد فاطمه زهرا رو، بعد فرمود من به امر خدا فاطمه ام رو همسر علی کردم. و در روایت دیگری که هم در تفسیر در المنثور هم در ینابع الموده قندوزی حنفی نقل میکنه که پیغمبر فرمود اگر خدا علی رو خلق نمی کرد، کسی لیاقت همسری زهرای منو نداشت. این مقام حضرت زهرای مرضیه. من فقط آیه مودت رو یکم باز کنم، آیه تطهیر رو، که در اواخر عمر پیغمبر آقا رسول الله در خانه ام سلمه یکی از خانماشون نشسته بودن، آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر خدا عبایی رو بر سر خود و امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حسن و حسین کشیدن و بعد به سوی آسمان دست دراز کردند، فرمودند خدایا اللهم هؤلاء اهل بیت، اینا اهل بیت منن. و اینجا این آیه نازل شده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که چند تا زاویه بحث داره این آیه. یکی از زاویه های بحث این آیه اینه که چه کسانی مشمول این آیه است، که چنانچه در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 327 کتاب تفسیر قرآن، تفسیر در المنثور سیوطی جلد 5 صفحه 337، در کافی مرحوم کلینی جلد 1 صفحه 286، امالی توسی جلد صفحه 368، المستدرک علی الصحیحین مال حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت جلد دوم صفحه 416، همه اینا نقل کردن. چی؟ نقل کردن که تنها کسانی که شامل این آیه شریفه است پیغمبر، امیر المؤمنین علی، فاطمه زهرا و حسن و حسین، اینا تنها کسانی هستند که شامل می شود این آیه شریفه، اونها رو مشمول تطهیر در این آیه اینها هستند. علامه بهرانی صاحب تفسیر برهان 80 حدیث رو نقل میکند در زمینه اختصاص آیه تطهیر به
اهل کسا، کسانی که در زیر کسای پیغمبر بودن. روایات تسلیم هم این معنا رو تأیید میکنه. روایات تسلیم که در در المنصور جلد 5 آمده، در ینابیع المودة جلد 1 صفحه 136 آمده، اسد الغابه ابن عثیر در جلد 5 صفحه 381، در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 352 آمده. چی میگن؟ به علاوه کتب اهل شیعه که همه اینها چنین میگویند که پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیه تطهیر از 40 روز تا 9 ماه نقل شده، کمترین 40 روز، بیشترینش 9 ماه، پیغمبر اکرم خاتم انبیا هر روز صبح میومد مقابل در خانه فاطمه زهرا میایستاد، میگفت و السلام علیکم یا اهل البیت. پیغمبر خدا به اینا سلام میکنه. این اهل بیتی که پیغمبر اینجا نشون میده کیا هستن؟ همین هایی که اینجا در این آیه بیان شده، اهل بیتی که خداوند همه پلیدی ها و زشتی ها را از اونها دور کرده، اینا اهل بیت پیغمبرن. هیچ زشتی و پلیدی در اونها راه نداره، یعنی اونها معصومن، یعنی اینها به همه قرآن عمل کردن، یعنی اینها تجسم عینی قرآنن. آیه تطهیر یکی از زاویه های بحثش طهارت مطهرینن، معصومیت اینا رو ثابت میکنه، اینا معصومن به نص صریح آیه تطهیر. ولی با این اهل بیت چه کردن؟ با این فاطمه‌ای که پیغمبر هر روز در خونش بیست سلام کنه چه کردن؟ با این فاطمه چه کردن؟ فاطمه‌ای که روح پیغمبره، فاطمه‌ای که همه وجودش قرآن و دینه، فاطمه‌ای که غضبش غضب خدا، رضایتش رضایت خداست، با این فاطمه چه کردن؟ این فاطمه رو در حالی بیبی از دنیا رفتن که عده‌ای حضرت رو ناراحت کرده بودن و بیبی بر اونها غضبناک بود. واقعا اگر کسی بخواد دین داشته باشد باید بفهمد چرا دختر پیغمبر قبرش مخفی است، چرا باید دختر پیغمبر غریبانه مظلومانه در شبی تاریک دفن بشه، چرا دختر پیغمبر وصیت کنه یک نفر هم از اونایی که من اذیت کردن در تشییع جنازم نباشه. کیا او رو اذیت کردن؟ باید اونا رو بشناسن. اگر راست میگیم ما پیرو خاتم انبیا هستیم، خاتم انبیا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خیلی دوست داشت، همیشه میگفت ام ابی ها، دستشو میبوسید، صورتشو میبوسید، آیا واقعا نباید ما در این مصیبت با پیغمبر همدردی بکنیم؟ نباید اونایی که پیغمبر از طریق زهراش اذیت کردن از اونها بیزاری بجوییم که چرا فاطمه زهرا رو اذیت کردن؟ بابا پیغمبر خدا یک یادگاری بیشتر نمونده، اون دخترش زهراست، چرا باید 95 روز در حالی زندگی بکنه که پهلوش شکسته باشه، بازوش ورم کرده باشه؟ اللهم یا صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خدا رحمت کند، آیت الله میلانی در مشهد نشسته تو دفترش، یه وقت عده خارجی وارد شدن گفتن میخوان مسلمان بشن،
آوردن اینا رو پیش آیت الله میلانی. چرا میخوایی مسلمان بشی؟ مرد آلمانی به زحمت فارسی حرف میزنه. صدا زد آقا ما یه جریان داریم باعث شده مسلمان بشی، جریان شما چیه؟ گفت جریان ما اینه، من یه دختری دارم تنها حاصل عمر و زندگی منه، از روی بالکن افتاد پهلوش شکست، حاج آقا هر دکتری بردم منو جوابم کردن، گفتن دیگه این دخترت خوب نمیشه، استخونهای پهلو شکسته. ای داره حرف میزنه آقای میلانی گریه میکنه. گفت حاج آقا یه خانوم سیده تو آلمان بود، خونه ما می اومد رفت و آمد داشت، یه روز پهلو دخترم نشسته دید دخترم میگه کاش یه دکتری پیدا بشه یا منو بکشه راحتم کنه یا دردم و درمان کنه، هرچه پولم بخواد بهش میدیم. خانم سیده گفت من یه دکتر سراغ دارم، اگه صادقانه بری در خونش به خدا خوبت میکنه. دستشو گرفت گفت تو رو خدا کیه ای دکتر؟ گفت دکتری که من میگم یه خانومه. گفت اشکالی نداره هرچه پول بخواد بهش میدم، فقط منو ببر پیشش یه نگاه به من بکنه. گفت دکتری که من میگم نیاز به پول نداره، همه دنیا مال اونه. گفت مگه این دکتر کیه؟ صدا زدی دکتری که من میگم اسمش فاطمه است، اونم پهلو شکسته. اگه میخوای نگاهت کنه اجازه بده من دو رکعت نماز تو خونتون بخونم، بعد از نماز بابات بره حیات، خودت از روی تخت مادرت بره بالا پشت باب، همه صدا بزنین یا فاطمه پهلو شکسته. میگه ما قبول کردیم دو رکعت نماز تو خونه ما خون. بعد از نماز این صدا میزنه مادر اینا رو من در خونت آوردم، مادر منو ناامیدم نکنی. آی گریه میکرد این مرد آلمانی، میگه منم دلم شکست رفتم حیات، هی داد میزدم یا فاطمه پهلو شکسته، زلم از بالا پشت بام، دخترم از روی تخت، همه صدا میزدیم کم کم دلمون شکست، ما گریه میگفتیم. یه وقت دیدم دخترم که نمیتونست از جاش حرکت کنه لب پنجره اومده، صدا میزنه بابا بیا فاطمه آمده. دوال دوال اومدم دخترم، تو که نمیتونستی را بری و داد بزنی، آروم آروم حرف میزنی چه تو خوب شدی بابا. صدا زد بابام همین الان یه خانومی کنار من آمده بود، گفت پاشو. گفتم نمیتونم. گفت من بهت میگم شما کی هستی خانم؟ صدا زد من همون فاطمه پهلو شکستهام، اومدم شفایت بدم. مادر بابا تا دستشو گذاشت به پهلوم، همون لحظه شفا گرفتم.
تمام درد از بدنم دور شد، سالم سالم شدم به خدا. مادر پدر یه نشونی داره بگم یا نه؟ سیدا منو ببخشید. هنگام این خانوم یه نشونی هم داشت، دیدم صورتش نقش سیلی داره. آیا ما نما غیره با آتش به لانه مرغی، آتش زدن خانه ما را که هیچ کس آتش به آشیان کبوتر نمی زنه. می زد مغیره با یک کس به او نگفت ظالم زن را کسی مقابل شوهر نمیزنه. بیش از همه دلم به حالت زینب بسوخت، مادر کسی مقابل دختر نمیزنه. بگم یا زهرا، اینجا زینب دید مادرشو دارن میزنن، چهل نامرد دستای باباشو بزده، مادرشو جلو چشم بابا دارن تازیانه میزنن. یا زهرا کربلا هم زینب دید، آن همه جمعیت با نیزه و سنگ و شمشیر بدن حسینو میزده. همه بگیم یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حامد بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدای تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. خدای ارواح اموات، حقداران، علما، گذشتگان، شهدا، اموات این جمع، بانیان این مجلس را غریق رحمتت بفرما. یک لحظه و آنی کمتر از آنی ما رو به نفسمون وا مگذار. خدای در دنیا و آخرت آبروی ما رو حفظ بفرما. خدای هر که در مسیر دین و قرآن و اهل بیت گام بر می داره، هر که خدمتگزار قرآن و اهل بیت و دین توست، همشون رو مؤید و منصور بدار. دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت، اونایی که با اهل بیت بدن، اونایی که در صدد حذف نام اهل بیت هستن، همشون رو نابود و ریشکن بفرما. به اسمت زهرای مرضیه قسمت می دهیم خدایا، لحظه به لحظه، آن به آن، بر معرفت ما، بر عشق و ارادت ما به اهل بیت علیهم السلام بیفزا. خدای در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت و قرآن جدامون نکن، نسلا در نسل ما رو تا روز قیامت سالم، صالح، متدین، خدمتگزار به مکتب اهل بیت و قرآن قرار بده. خدای علما، خدمتگزاران به اسلام را از تمامی آفات و بلیات حفظ بفرما. در گذشتگان از این جمع، بانیان این مجالس حسینی، روح آیت الله العظما مرحوم شیرازی، اخویشون، والدشون، آقازادهشون، در گذشتگان از این جمع، بانیان این حسینیه، هر کسی که به هر نحوی حق به گردن ما دارن، دستشون از دنیا کوتاست، همه را غریق رحمتت بفرما. خدای امشب ارواحشون رو مهمان امام حسین علیه السلام قرار بده. خدایا این دستهایی که به جانب تو بلند است، به پیش نامردان و لئیمان روزگار به احتیاجی دراز نفرما. خدایا باران و برف رحمتت را در سراسر کشورهای اسلامی نازل بفرما. خدای شیعیان اهل بیت رو بر دشمنانش پیروز فرما. خدای دشمنان اهل بیت رو هدایت، اگه قابل هدایت نیست، هر چه زودتر نابودشون بفرما. به نبی و آله
وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب